هر جایی که آدم آرام بود، دلش خوش بود، برش خوش گذشت، همونجا وطنه. بعض وقتی که متولد شدیم، زندگی ما روی موج بوده. گاهی وقتی ما در یک جایی بودیم، گاهی وقتی در یک جایی بودیم، حالا هم یک موجی ما را آورده این طرف. نمیفهمیم که وطن نهایی یا خانه نهایی ما کجا خواهد بود. اما هر جایی باشیم، امید است خوش باشیم. ما در افغانستان هم چندان احساس امنیتی خوبی نداشتیم. او وطن ما هم به ما خیلی وطن نبود. امیدواریم که یک روزی او وطن برای ما دوباره وطن شود. استودیو یا کارگاه ما در دانشگاه گلدسمیث لندن هست. سال دوم ماستری هستم در رشته فاین آرت. استودیوی کاری ما در کنار استودیوهای دیگه همه محصلین دیگه هست. تقریبا بیشتر از 100 نفر در اینجا ما کنار هم استودیو داریم یا کارگاه. کارگاهی که ما هستیم یا استودیوی ما از ساعت 8:30 تا 11 شب روی ما بازه. حتی روزای تعطیلی آخر هفته همیشه ما میتونیم اینجا باشیم با همه امکاناتی که هست. هیچ کمبودی نیست و کمتر جایا با این امکانات و با این خوبی باشه. خیلی هم خوب است که یک مقدار آدما از کشورهای مختلف با پس زمینه های مختلف با زبان ها و دید های مختلف میای کنار همدیگه میشینه کار میکنه و صحبت میکنه، دوست میشه، کار همدیگه رو میبینن. خیلی فضای خوبی به وجود میاره و خیلی هم نه تنها درس، خود این فضا آموزنده هست. در افغانستان در خانه کار میکردم و در اون زمانی که من دانشگاه کابل وظیفه داشتم یک اتاقی داشتیم که امو استودیو یا اتاق کار ما هم اونجا بود. امکانات اونجا کمتر بود. حتی ما یک اولین امکاناتی که مثل یک برق منظم حتی نداشتیم. اما به هر حال اینا بهانه‌ای نمیشه یا دلیلی نمیشه که ما کار نکنیم و بگیم که نه امکانات فلان چطور، نه از اونهاش میگذاریم. ما در شرایط به دنیا آمدیم که جنگ بوده در وطن و مثل هر وطندار دیگه خود با اونمو ناملایمات و با اونمو روزگاری که اونجا بود خو گرفتیم، عادت کردیم، کلان شدیم، سپری شد. در خانواده پدر مادر است، یک خواهر دارم سکینه، یک برادر دارم نصیر و یکی دیگه بشیر. ما در دوره اولی که طالب آمد کابل گرفته، در اون زمان خانواده ما مهاجر میشه پاکستان و مدت 3.5-4 سال در پاکستان بودیم. با اون در کنار ای که مصروفیت های قالین بافی داشتیم، بعد رفتیم سراغ کورس های آموزش طراحی، رسامی، دراوینگ و این چیزا و از اونجا داستان شروع شد. یک کورسی بود به نام فاین آرت، کسی بود به نام
استاد میرزایی، یک مدت را شاگرد اونا بودیم. بعد از او استاد رفتن، یک استاد دیگه بود به نام حسن علی عاطف، یک مدت با اونا کار کردیم. باز شرایط در افغانستان کمک تغییر کرد، برگشتیم کابل و شامل مکتب شدم تا اینکه از صنف دوازده مکتب فارغ شدم و با امتحان سپری، امتحان کنکور رفتم دانشگاه کابل در هنرهای زیبا. اونجا فاکولتیشن هنرهای زیبا است نامش. گرافیک دیزاین خواندم. به همین ترتیب به کنارش کارهای هنری رم ادامه دادم و در اون زمانی که من شاگرد مکتب بودم با یک مقدار هنرمندا و استادای دیگه ای در کابل آشنا شدم که آشنایی ما تا هنوز هم هست و ارتباط ما همچنان. من در دوره مکتب با استاد علی بابای اورنگ آشنا شدم، یکی از خطاطا و خوشنویسای خوب و هنرمند توانمند وطن ماست و افتخار شاگردیشان دارم. از رهنمایی های خوبشان مستفید شدیم. تحصیلات ما هم در دانشگاه کابل بود و بعد از ختم دوره لیسانس همونجا پس من باب همکار استاد وظیفه گرفتم در دپارتمنت گرافیک دیزاین و تقریبا مدت 10 سال وظیفه اجرا کردم. در کنارش بعد ماستری خواندم، یک سفرهای کوتاه مدتی به کشورهای همسایه هم از بابت کارهای درسی داشتیم و در کنارش فعالیتهای کارهای خود هم داشت. 22 نوامبر 2021 لندن رسیدیم. بورسیه از طرف دانشگاه گولد اسمیت داشتم. یکی دو سال قبلش به خاطر مسائل کرونا و این چیزا نشد یا به تعویق افتاد و در همزمان با اینا جنجال های کابل شد. بعد از یک چند ماه بعد از او جنجال ها ما تانستیم یک توفیقی پیدا کنیم برسیم اینجا. من با خانومیم طیبه جان یک جای آمدیم. آبه ما که درس نخونده، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت و از این کارها چیزی سرم بر نمیارم. اما ما از کارهای آبه خو استفاده میکنم، از اونا الهام میگیرم. مثلا این یک چیزایی که شما اینجا میبینین، بعضی اینا دستدوزی های آبه میده و از دوره عروسیشونه که اینا جهیزیش بوده. عروسای او زمان جهیزیشون خودشان آماده میکردن. من مدت چند سال میشه که با نقش و نگارهای دستدوزی هزارگی کار میکنم، چون من از قوم هزاره افغانستان هستم و دلیل انتخاب اینا هم ای است که من با اینمی نقش و نگارا کلان شدم. در خانه اگر من کلاهی پوشیدم، اگر لباسی پوشیدم، اگر جای نمازی استفاده کردم یا هر چیزی دیگه، حتی این پوش قلمی یا لاته موری، پوشی موری، هر چیزی با اینمی نقش و نگارا بوده. پس اینا از چیزای خیلی در دسترس و جوس زندگی ما بوده و ما سعی کردیم از اطراف خاطران در دسترس این بوده با اینمی نا کار کنیم. اینا نقشایی که شما اینجا میبینید، من این نقشا را آمدم با سبک و سیاق مدرن استفاده کردیم. اونا دستدوزی بود، سوزندوزی بود، اما ما آمدیم استفاده خود ازش کردیم. گاهی آمده روی استخوان‌ها، گاهی آمده روی درخت‌ها، گاهی آمده روی بنداش، گاهی آمده روی پرنت 3D و
خیلی مراحل دیگه، تجربه های مختلفی انجام دادم. امین نقش و نگارهایی که عنصر کاری من هست، من اینا را آمدیم روی چوب تجربه کردیم. این دفعه در داخل بوریدگی این چوبایی که شما رو میبینیم، یک مقدار از اینا را با یک دستگاه دستی بورش کردیم. بعد برای ادامه کارش که اون دستگاه خیلی جزئیات با اون رقمی که من میخوایم نمیشه، نمیتونه انجام بده، باز اونها رو من با دست انجام میدم. هنر میتونه برای جامعه مفید باشه، اما ما خودم هم امی سوال برای ایجاد میشه که چقدر میتونه مفید باشه. این همه دانشگاه های هنر در سراسر دنیا هست، این همه هنرمند هست، این همه آثار هنری خلق میشه، کجا هست تأثیراتش و چقدر از دردهای جامعه کاسته شده؟ کار هنری هم میتونه تأثیرات خوبی روی جامعه داشته باشه. همه اعمال ما میتونه تأثیرات در اطراف ما داشته باشه. من خودم کارهای هنری که انجام میدم هیچ وقت به اون نیت نبوده که بتونم با کارهای خود تغییرات در اطراف و در جامعه خود به وجود بیارم. فقط این کارها را خوش داشتم و از روی علاقمندی انجام بدیم. روی مفهومش خیلی فکر نمی کنم که اگر من باب یک مخاطب خودم باشم اینا را چه رقم میبینم، اینا خیلی در روی موضوعاتش فکر نمیکنم. اصلا قرار نیست همه چیز معنا داشته باشه و همه چیز یک مفهومی داشته باشه. و یا اینطور بگویم که من خودم هم معنا و مفهومی بعضی کارهای خود اصلا نمیفهمم. یک چیزی میاد، یک چیزی جور میکنیم، میشه خلاص دیگه. سوزندوزی هزارگی که عنصر کاری ما هست، آمده ام اونا را این دفعه در این کندای درخت یا چوب ها تجربه کردیم که در بریدگی اینا به شکل مثبت منفی هست. وقتی اینا رو روی هم دیگه بمانیم، پس قفل بند میشه، بسته میشه، به هم دیگه وصل میشه، یکی میشه. اول فایل ها را با سافتویر کورل درا آماده میکنم، چون من بیشتر با امو سافتویر کار میکنم. بعد از او اینا را به او دستگاهی که دستی کنترل میشه برای او میدم، باز با او ایره انجام میدم که او را بیشتر گفتم در او کارگاه های APA ما هست، اینجا نداریم. در این استودیو های خود برای انجامش باید بریم او APA که گفتیم یا کارگاه چوب ما. او دستگاه یک مقدار جزئیات او چیزی که من میخوایم من نمیتونه انجام بده، باز برای اوش من میایم اونا رو با دست اجرا میکنم.
لندن درخت زیاده و ما بیشتر سعی میکنم این چوبای را یا شاخه های شکسته یا کنده های درخت را که انتخاب میکنم اینا را از اون جاهای انتخاب کنم که یک کسی اینا را شکستانده، میده شده، یک گوشه افتاده و یک نوع بی ارزش شده و ما میخواییم اینا را استفاده کنم در کارهای خود. و ما دوست دارم کارها را به شکل سریال انجام بدیم، یک مجموعه کاری باشه. شما میبینین یک مجموعه اینا هست، اینا رو داریم و قرار است شاید 5-6 یا بیشتر از او کنده درخت یا کنده چوب ما جور کنم که هر کدامش یک از نقشایی که ما استفاده میکنم داشته باشه. نقش نگارایی که ما استفاده میکنم اینا تنوعش خیلی قشنگه، اما فامیلی که دارن با اونی که نقش ها با هم دیگه متفاوته، اما خیلی با هم دیگه یکی است. یعنی رابطهشون آدم میبینه که اینا از یک خانواده هست. در این مجموعه همین نقش و نگارهایی که عنصر کاری ما هست آمدیم با پرینتر 3D تجربه کردیم روی این ظرف ها یا این کوزه ها، صراحی، پیاله، قدح، کوزه. موضوعش هم این بود که یک کمکاستی یا کمبودی هایی که ما داریم این کمبودی هاست که جوهر انسانی ما را تشکیل میده. اگر ما تکمیل می بودیم، فرشته بودیم. و این رابطه ای که بین انسان و کوزه هست، از اون لحاظ ما آمدم اینا را با استفاده از اشعار خیام کوزه را انتخاب کردم. ما وقتی بر می گردیم به خاک و خاک می شیم، کوزگر از خاک اندام ما کوزه ای می سازه. و وقتی او کوزه کوزه هست که این فضای خالی رو داشته باشه، یا به تعبیر بگیم این کوزه کوزه نیست چون خلایی که در داخلش هست او رو نداره. وقتی کوزه کوزه میشه که این خزا خلا یا فضای منفی داخلش باشه، درسته بیرونش شکل ظاهرش کوزه هست اما کاربرد نداره. این کوزه کوزه نیست به خاطر که این فضای داخل که ظرفیتی برش ایجاد میکنه این رو نداره. یعنی ما نمیتونیم این رو استفاده کنیم. انسان ها هم از این لحاظ وجه مشترکی با اینا داره. فضای منفی در همه امور معنای اصلی به جسم یا شی یا هر چیزی باشه میده. همین انگشتای ما هم اگر انگشت هست، دست هست، این فضاهای منفی اینا رو کاربردشون کرده اگر این نباشه. یا این اتاقی که ما شما هستیم، درسته این کلکین و دروازه و سقف و اینا خانه رو ساخته، اما اگر این فضایی که بین اینا هست، اینا این فضای خالی، این خلا نباشه، این دیگه خانه نیست. یا اگر پر باشه یا دیوالا به هم دیگه چسبیده باشه، نیست دیگه خانه. این کوزه چون من عاشق زاری بوده، در بند سر زلف نگاری بوده، این دسته که برگردن او میبینی دستی است که برگردن یاری بوده. یک تجربه دیگه نخواستم انجام بدم. این نقش و نگارها رو آمدم روی این تخته ها با لیزر برش کردم که میخوام یک چیدمان اینستالیشن ازش تجربه کنم. یکی از این نقش هایی که قدش کار میکنم و عنصر کاری ما هست، یکی از این نقش ها رو کار کردیم. بیم تخت های MDF میگن یا نیفهم
هر نام دیگه ای برش هست. اول من این فایل رو آماده میکنم، بعد با دستگاه لیزر برش میکنیم. این نقش و نگارا خیلی باز است، امکان خیلی کار زیاد قدشان وجود داره، میشه تجربه های مختلفی انجام داد. حالا من یک از تجربه هایی که اینجا دارم اینا را از همدیگه باید جدا کنم و به این شکل. یک برای ما جریانی که کار چه رقم ایجاد شده هم مهمه. این سوختگی هایی که به وجود آمده، این رنگ هایی که به خود گرفته، اینا جز کاره. خب من اینا رو باید از هم دیگه جدا کنم، بعد بشینیم روی چیدمانش فکر کنم. و این ایده طوری هست که این نقش و نگارا از هم دیگه جدا شده و این جدا شدن در اثر یک سوختاندگی برش شده و با مدرن‌ترین تکنولوژی امروز هم شده، یا هر تعبیر دیگه ای که مخاطب میتونه از کار برای خودش داشته باشه. با اونی که اینا از همدیگه جدا شده، تکه پاره شده، اما یک امیدی هم هست. من برش جوانه های همینجا از امی جنس دارم. اینا قرار است وقتی این انستالشنش یا چیدمانش میشه، بعد اینا میایم این باب یک جوانه های اینجا یا اینا. سعی میکنم زیاد تجربه کنم، مثل همین کاری که شما میبینین. من باید اینا رو بارها و بارها بچینم، ببینم کدامش بیشتر به دلم هست و از جریان هر چیدمان خود یک عکس میگیرم. بعد عکس ها رو کنار هم دیگه میبینم، بعد روش فکر میکنم او چیزی که خیلی به خواست من نزدیک است کدامشان هست. بعد او را انتخاب می‌کنم و مطابق او باز دیگه چیزا را تنظیم می‌کنم. یکی از ویژگی هایی که این طرح‌ها داره بر اساس تناسب طلایی هست، اما عدد 1.618 یکی از ویژگی های خیلی مهمش است و خیلی هم قشنگه. او زنا و دخترایی که در کوهستان های هزارجات در او مناطق خیلی دور افتاده که از همه چیز محروم بودن، اما تونستن این تناسبا را از امو ضمیر ناخودآگاهشان استفاده کنن و اینا را به وجود بیارن. چون این تناسبا در وجود خود آدم ها هست، کار یک آدم نمیتونه بدون این باشه که خودش کی هست. قطعا شخصیتش، فرهنگش، همه چیزا روی کار میآید، چی او بخواید چه نخواید.